یک خبری رو براتون دارم برای فرهنگیان خبر خوب یا بد یعنی کاملا بستگی به خود اون فرد مورد نظر داره همونطور که میدونید کنکور فرهنگیان افتاد توی اردی بهش ماه و این به این معنی نیستش که اردی بهش فقط کنکور فرهنگیانه یعنی فقط کنکورها سر جاشه منابع سر جاشه همه چی مثل قبل همه چی مثل قبل لطفا اینو توجه کن همه چی مثل قبل فقط پذیرش فرهنگیان توی اردی بهش اتفاق میفته نه اینکه توی تا کنکور اردی بهش تو بدی مثلا هزار تا مورد اتفاق بیفته نه فقط فرهنگیان میگه آقا توی که داری کنکور اردی بهش تو میدی منم بر اساس نتیجه و رتبه ای که فقط توی اردی بهش ما گرفتی تو رو میتونم میتونی منو انتخاب کنی و من تو رو پذیرش کنم یعنی شما میتونی فرهنگیان رو انتخاب کنی حالا این باعث میشه که توی ویدیو قبلی که براتون گفته بودم هم هزینهتون بره بالا یعنی اگه بخوای چهار تا کنکور ثبت نام کنی دو تا اردی بهش دو تا تیر باید حدودا یک میلیون تومن هزینه کنی یعنی از دست نمیتونی از زیر دستشون نمیتونی در بری چون میگه آقا من فقط اردیبهشتم هدف خیلی یا کنکور تیره و به خاطر فرهنگیان مجبورن اردی بهش رو هم ثبت نام بکنن این از این مورد و داشتم میگفتم علت این که این خبر علت این که کنکور فرهنگیان افتاد و اردی بهش به خاطر شرایط سخت گزینششه اون شرایط حساستر و به نسبت قبل سختتر رو آوردن روی کار و مثلا یه داوطلب و دیگه ده روزه پذیرش نمی کنن و دربارش تحقیق نمی کنن. ممکنه دو ماه طول بکشه و تا جد طرف رو در بیارن یعنی ببینن کی بوده که میخواد بیاد توی سیستم حکومتی یعنی سیستم اداری بهتر بگم سیستم اداری آموزش پرورش کیه میخواد بیاد؟ پدرش کی بوده مادرش کی بوده مادر بزرگش پدر بزرگش و و و اطرافیان پذیرش برای بچه ها خیلی سخت میشه ولی آنچنان نیستش که بگیم مشکل صد درصد براتون به وجود میاد خوبیش چیه تراز اومده پایین ظرفیت رفته بالا کم بوده معلم داریم اینا گفتن خب ما میخوایم این همه معلم بیاریم حتما توش آدم بد پیدا میشه پس بیاین گزینش رو سختتر کنیم یه جورایی میتونم بگم این خبر خوبه یعنی اگه قدرت بیان داشته باشی تکلم داشته باشی بتونی صحبت کنی در لحظه بتونی ذهنت یه سری مطالب رو بیاره مثلا من چجوری الان دارم جلوی دور می صحبت میکنم حرف میزنم دقیقا همینطوری برای همون کسایی که اونجا نشستن و داورها به قول معروف بشینی صحبت بکنی و اعتماد به نفستو تو بگی و نحوه نشستنت نحوه حرکاتت گزینش دیگه چیز سختی اصلا نیستش در حسابت بچه امیدوارم که موفق باشیم و گفتم که این خبر رو بهتون بگم